سوال به سوالی که این خانم مطرح میکنه با دقت گوش کنید من میخوام بدونم حضرت موسی که دریا رو شکافت نمیتونست فرعون رو بشکافه قبل از هر پاسخی بایستی در مورد مفهوم معجزه تعریف معجزه و هدف پیامبران از ارائه معجزات گفتگو بکنیم در کتب کلامی گفتن که تعریف معجزه این هست که معجزه یعنی کار خارق العاده ای که با اراده خدای متعال از یک کسی که ادعای نبوت داره ظاهر میشه و این معجزه نشانه صداقت این شخص در ادعایی که میکنه هست بنابراین معجزات پیامبران برای این نبوده که تمام کسانی که باشون مخالف بودن رو در هم بکوبن و همه اونها را از طریق قدرت الهی و با زور همه رو شکست بدند و کار تمام بشه و بره چون خداوند به همه انسان ها اراده داده و اختیار داده و هر انسانی طبق اراده و اختیار خودش زندگی میکنه طبیعتا بعضی از افراد دچار زورگویی میشن متکبر میشن اگر قدرتی به دستشون بیفته حتما با دیگران در میفتن و قدرت طلبی رو ادامه میدن و سعی میکنند که بر مردم سلطه داشته باشند. خب در این وسط یه میشن ظالم، یه عده‌ای میشن مظلوم و پیامبران هم همیشه در کنار مظلومین بودن. نکته بعدی این که هدف پیامبران از ارائه معجزات این بوده که ثابت کنند که اونها مطالبی که میگن از طرف خداوند آوردند یعنی نبوت خودشون رو اثبات بکنن بنابراین ارائه معجزات برای تفریح و سرگرمی و اینکه هر دفعه مردم درخواست دادن پیامبران اجابت کنند و تبدیل بشه به یک چیز مذهکه ملعبه ای در دست مردم نبوده بلکه گهگاهی وقتی مردم درخواست معجزه میکردند مثل جریان ناقه حضرت صالح خداوند اجابت میکرد و این معجزه به دست اون پیامبر انجام میشد به اراده خداوند اما همه اوقاتی که مردم از پیامبران معجزه خواستند خداوند تقاضای مردم رو به این معنی که حتما براشون معجزه ای بفرسته نپذیرفت و به جای اون با برهان و منطق از طریق پیامبران با مردم گفتگو کرد و مردم رو به راه خودش هدایت کرد بنابراین پیامبران با آوردن برهان منطق دلایل عقلی به راه حق دعوت می‌کردند و هیچگاه پیامبران اجازه چنین کاری نداشتند و اراده این کار را نداشتند که معجزات را تبدیل کنند به یک سرگرمی، تبدیل کنند به یک ای که موجب جلب مردم برای تماشای اون های معجزه باشه. نکته بعدی این که تمامی اتفاقهایی که در عالم میافتد از طریق مجرای طبیعی و خاص خودش هست و خداوند چنین اراده کرده که تمامی اتفاقات در عالم از طریق علتهای طبیعی رخ بدن و هر علتی معلولی داره و تمامی این معلولها یک علت خاصی دارن که یک منطق خاصی پشت اون هست بنابراین وقتی که خداوند پیامبران رو فرستاد با برهانهای محکم گهگاهی هم که لازم بود معجزه هایی به دست آنها برای برخی از افراد برای برخی از افراد که نیاز بود معجزه هایی نشان داد و بسیاری از افراد بدون دیدن معجزه به صدق پیامبر پی بردن بنابراین حتی معجزات هم برای تمامی مردم در تمامی تاریخ نبوده بنابراین در پاسخ به این سوالی که مطرح شد که چرا حضرت موسی که قدرت این رو داشت که یک دریا رو بشکافه با دشمن خودش چنین برخوردی نکرد پاسخ این است که خداوند همه امور رو میخواد از مجرای طبیعی و خاص خودش طی بشه و معجزات پیامبران صرفاً به خاطر این بوده که مردم اطمینان قلبی پیدا کنند که این پیامبران از طرف خداوند هستند و نشانه صحت این مطلب هم این است که خداوند طبق فرمایشی که در قرآن آمده به حضرت موسی دستور داده است که پیش فرعون برو حتی فرعون با این همه ظلم و ستمی که داشته خداوند به حضرت موسی دستور می دهد که پیش فرعون برو و با قول لین یعنی با نرمی و محترمانه با او صحبت کن قولا لینا شاید که این با قول لین با گفتار ملایم با بیان محترمانه به راه راست هدایت بشه حتی پیامبران خدا در مقابل دشمنانشون هم معمور بودن با استدلال با منطق و با قول لین گفتگو کنن بنابراین این چیزی که در ابتدای این کلیپ مشاهده کردید مطلبی که گفته شد مطلبی است که در واقع خلاف منطق قرآن و خلاف روشی هست که در سنت های خداوند جاری و خداوند هرگز به ضرب زور و ظلم و ستم اراده نکرده که هیچ بنده ای به راه راست هدایت بشه و اصلا چنین هدایتی هیچ ارزشی نداره هدایتی که از طریق زور باشه یا از طریق ترس باشه یا از طریق این باشه که دشمن خوف این داشته که متلاشی بشه هیچ ارزشی نداره همانطور که در قرآن هم چنین آیهی داریم که میفرماید که لا اکراه فدین فد یعنی در دین هیچ اکراهی نیست و در شعن نزول این آیه چنین آمده که هیچ کس حق ندارد دیگران را به ضرب زور به دین دعوت کند بلکه مردم اختیار دارند و باید با اختیار خودشون دین را انتخاب کنند دین یک امر قلبی است و با زور نمی شود یک امر قلبی را وارد ذهن کسی یا وارد قلب کسی کرد همه افراد باید استدلال های علمی و منطقی و برهان ها را بشنوند آنگاه به سمت دین و دینداری روی بیاورند سنت خداوند چنین نبوده که حتی ظالمان را هم بدون این که به اونها استدلالی کنه بدون این که به اونها انزاری بکنه اونها را متلاشی کنه سنت خداوند چنین نیست که هر زورگو و هر ستمگری را بلافاصله متلاشی بکنه بلکه خداوند هم به ظالمان هم به غیر ظالمان در دنیا مهلت هایی داده و آزمایش هایی میکنه که ممکن است بعضی از افراد در این آزمایش ها سربلند بیرون بیان و بعضی از افراد سربلند بیرون نیایند حساب خداوند در روز قیامت است و محکمه عدل الهی در آنجا برپا می شود و همه افراد به حق و حقوق خودشان میرسند البته این که محکمه الهی در سرای دیگر است توجیه ظلم افراد به همدیگر را نمی کند همانطور که در فرهنگ قرآن ظلم به عنوان گناه کبیره محسوب شده